آقا این ماشینه رو از دوستم قرض کردم و اینکه داریم حرکت میکنیم به سمت الکساندرا، فکر میکنم از ملبون تقریبا 125 کیلومتر راه تا اونجا. فیلم‌های جدید رو میخوایم براتون بسازیم. اولین بارم هست پشت این ماشین رو میشینم، یه ذره طولانیه. بعد به رفیقم گفتم من میتونم رانندگی کنم، گفت ایرانی ها هر کاری میتونن بکنن، شما ببر بعدا تو راه یاد میگیری. بعد تا خونه ها بردم و فکر میکنم یاد بگیرم باقیشو ببریم. این باربیکیو هم نشون بده، اینم اسپید باربیکیو جدیدمونه که گرفتم، ظرفای جدید. داریم میریم تو دل طبیعت فیلم‌های جدید درست کنیم. بعد اونم میز قصابیه، خیلی چیزا گرفتم که خب تو خونه آخه همیشه خانومم اذیت میکرد، میگه مایتو هر تکون نده روغم میپاشه رو در. میریم اونجا کثیف کاری، هر کاری دوست داشتیم میکنیم و اتفاقا جای دیدنی خوبی هم داره. بعدم یه مژده بهتون بدم، یه کانال جدید دارم باز میکنم که فیلم های مستند آشپزی درست کنم و غذای ایرانی رو به تمام دنیا نشون بدم. میخوام غذاها و کبابامون رو به تمام دنیا نشون بدم. خیلی ها توی یوتیوب فقط ادای آشپزی رو در میارن و منی که یه آشپزم به راحتی میتونم متوجه بشم که اون غذا اصلا طعم و عطر نداره و فقط یه فیلم آشپزی. اما غذای اصیل ایرانی رو میخوام یاد بدم، کانالرم به زودی به شما میگم چیه. باقیش هم دیگه تو ویلا براتون فیلم میگیرم و بهتون نشون میدم. این همون جای جدیدیه که بهتون گفتم، اینجا رو اجارش کردم برای فیلم های جدیدی که میخوام بگیرم. جای خیلی قشنگیه. بعد زمین کشاورزی، بیاید این گاوارم بهتون نشون بدم. این هم همون ماشین هست که جنسمونو باش آوردیم، رانندگی کردم باش واقعا سخته. برو وای نستا، برو وای نستا، فیلم برداریه، برید برید اینجا وای نستید. منو نمیشن، اگه منو میشناختن، اگه منو میشناختن اینجا دو دقیقه هم وای نمیستادن. برید کباب میشینا. چه اصلا این وزنش، این هیکلشون، اینا 5 برابر گاوای ایرانه، یه چیز عجیب غریبیه. بعد گوشت گاوی تو استرالیا به خاطر اینکه خب بو نمیده مردم خیلی بیشتر استفاده میکنن، گوشت گوسفند کمتر، بو زحمش خیلی زیاده گوسفندش، ولی من گوسفندش رو ترجیح میدم به گاواش. گاواش اصلا 10 ساعت طول میکشه گوشتش بپزه، یه چیز عجیب غریبیه. بریم اینجا، اونجایی که میخوام فیلم ها رو درست کنم و بهتون نشون بدم. یه ویجی گاردن خیلی خوب داره، تمام سبزیجات آماده، همه کاشته شده است. برو واینستا. ایران قدیما میگفتن برو وای نستا مأمور بازی، حالا اینجا هم همینه. بیایم بریم اونجا رو بهتون نشون بدم، جای خیلی قشنگیه. حالا اینجا من نمیدونم آنی ما میتونیم اینورم استفاده کنیم یا نه، اینجا برای ما نیستش. گاواش به خدا ایران بود الان اصلا شقه شده بود، گوشتش خورد شده بود، گوشتش اگه ایران بود الان گوشت شقه هم شده بود، خورد شده بود، جمعش کرده بودیم رفته بود. ببینید اینجا داستان شروع میشه از اینجاها. بعدم یه دونه آشپزخونه صنعتی هم هست با فر، همیشه دنبال یه فر بودم، یه آشپزخونه صنعتی هم اینجا داره. و بیایم این ویجی گاردن رو ببینیم با هم دیگه. اینم این ویجی گاردن است، ولی خب خیلی وقته که بهش نرسیدن اینجا رو، ولی خب به هر حال منم نمیتونم بهش برسم، ولی میخوام فیلمامو اینجا درست بکنم. بعد دیگه فضا دارم تو استرالیا، جایی که بخوای پیدا کنی توش آتیش روشن بکنی خیلی سخت گیر میاد به خاطر قوانینی که داره، به خصوص تو این مناطق. اینجا حالا
یه جای امنیه که میشه توش آتیش روشن کرد. خودشون هم قدیما اینجا آتیش روشن میکردن. اینا رو قراره تمیزش بکنم و تمیزش بکنم که البته یه فندک دیرش میزنیم و تمیز میشه همش. بعد ولی اونور خطرناکه. آنی اونور رو بگیر، اینور خطرناکه. اگه آتیش روشن کنیم احتمال داره، ولی درستش میکنم، مرتبش میکنم. بیاید ببینید چیا داره. بیایم اینور رو ببینیم. اینجا یکی از گاوها ماره. اینجا یکی از جاها و مناطق خیلی معروف بوده داخل استرالیا، الکساندرا. الان مثلا اون قسمتی که اونوره توش عروسی میگیرن، مجالس میگیرن و خیلی ها میان که اطراف اینجا، خیلی ها میان اطراف اینجا جا میگیرن و کمپینگ میکنن. ولی جا خیلی قشنگیه، مطمئنم که کاره خیلی قشنگی میتونیم درست کنیم. ما هم که عاشق لیمو، به به، ما هم عاشق لیمو. تا دلتون بخواد اینجا لیمو هم داره. به به، چه لیموهایی. بریم گاوارم ببینیم. اینجا از اینجا صدا شده هر نیارید. آنی یه علف ملف خوشمزه باید بدیم بهشون. اینجا اومد تو. آره اومد تو. پش 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 پش. مادرش باشه. اینا اینا این بره ها، اینا این گوساله ها خوردن دارن. آنی ها میرن دیگه. نعنا داره و دیگه فردا دیگه تکلیفش روشن میشه. فقط بذارید اسم اون کاناله رو هم بهتون بگم. کاناله رو به زودی میارمش بالا. اسم کاناله هست، اسم کاناله هست وایلد لایف، زندگی وحشی. بعد به زودی میاد بالا و بهتون لینکش رو میدم. فیلم‌های جدیدم رو میخوام اونجا بذارم. بعد اولین غذایی هم که میخوام اینجا درست بکنم یه شیشلیگه میخوام درستش بکنم، اما به یه سبک متفاوت، یه مرینید خیلی حرفه‌ای. و همینطور کنار شیشلیگ دنده کبابم، نه البته دنده کباب کرموشا، یه دنده کباب مشتی هم میخوام آموزش بدم. بریم جلوی ساختمونم ببینیم. ما دیگه جای کوچیک نبود، مجبور شدیم که جای بزرگ اجاره بکنیم. و بیایید باقیشو نگاه کنید. جای خیلی بزرگیه، از تمامش جاهاش میشه استفاده کرد و کارا و فیلم‌های خیلی قشنگی میشه توش ساخت. ببینید، ولی خب بعد یه دستی به سر و گوشش بکشیم. منم تمام هفته رو کار میکنم و فکر نمیکنم که اونقدر انرژی داشته باشم که بتونم تمام اینجا رو مرتبشون بکنم. الان اینجا فضای خیلی قشنگیه برای فیلم گرفتن، فیلم برداری. ولی اینم نمای جلویی خونه است. جای قشنگیه، حال میکنیم، فیلم‌های قشنگی میسازیم و مطمئنم که غذاهای خیلی خوبی اینجا در میاد. برای فیلم‌های سری جدید خیلی هزینه کردم، چون یه هدفی رو دنبال میکنم. حالا نقل پول ساختن و پول درآوردن نیستش، نقل اینه که هدفم اینه اون فرهنگ غذایی واقعی رو که داریم و در اختیار دیگران بذاریم و دیگران هم بتونن استفاده بکنن. توی کبابا، تو کبابا ایرونی یه چیز بهتون بگم، کبابا ایرونی جز بهترین کبابای دنیاست. بهترین مرینیدار رو داریم. بعضیا خیلی از غذاها رو نخوردن، تجربه نکردن و اینکه فقط زیباییشو میبینن، اما غذای ایرانی، کباب ایرانی هم زیباست هم خوشمزه است. به خصوص تو بحث کباب و بهترین مرینیدهای دنیا رو داریم. من خیلی غذای کشورها رو خوردم، تست کردم و تجربه کردم، اما نمیخوام. حالا بعضیا ممکنه بگن نه این نیستش، ولی واقعیتش اینه بهترین کبابای دنیا رو داریم و بهترین فرهنگ غذایی دنیا رو داریم. اینو بهتون اثبات میکنم و بهتون نشون میدم. به هر حال آقا دوستتون دارم، دمتون گرم. خواستم اینجا رو باهاتون شیر بکنم، ببینید که چه جایی گرفتم، چه فضایی گرفتم. به هر حال بخشی از کار من هستم و بخش عمده شمایید. و خانمم میگه منم هستم، ایشونم بخش عمده ایه، دارم فیلم برداری میکنم. 2000 تا پشه زدتش اینجا. به هر حال اینم با روحیش بازی شده. به هر حال
شما فیلمامون اشتراک گذاری کنید، دوستاتون رو دعوت بکنید، کمک کنید که چنلمون رشد بکنه و منم تمام تلاشمو میکنم که رسپی های واقعی بهتون آموزش بدم، نه اینکه یه فیلم بسازم اینو با این مخلوط کنید ولی در انتها معلوم نشه که چی پختید. غذاهایی بهتون یاد میدم از ابتدا تا انتها بدونید چی میپزید، به چه شکل میپزید و چرا این کارو میکنید. البته تو این فیلم ها من خیلی کم صحبت میکنم، بیشتر مستند غذاهای، اما تمام مواد مرینید رو نشون میدیم و اینکه برای فیلم ها هم سابتایتل میذاریم که خارجی ها هم بتونن ببینن. دم همتون گرم، خدایا رو نگهدارتون.